آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ایران رو ترغیب کرده سریع تصمیم بگیره آیا میخواد مذاکرات اتمی رو نهایی کنه یا نه. اون روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت مذاکرات اکنون به مرحله‌ای رسیده که نهایی شدن اون در گروگ تصمیم ایرانه. از سوی دیگه وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه پیشنهاد کرده کشور او و کشورهای عرب توان دفاعی خودشون رو تحت نظر آمریکا تقویت کنن. گیتا آریان از وزارت خارجه با ماست. گیتا، به نظر میرسه آمریکا تصمیم نهایی خودش رو در مورد اینکه تا چه حد میتونه سازش کنه گرفته و در انتظار تصمیم ایرانه، درسته؟ کاملا همینطوره. آمریکا به نظر میرسه که دیگه تمامی تصمیم ها رو گرفته، تا اونجا که میخواسته سازش کرده، امتیاز داده و میگه که الان بیش از یک سال هست که سعی کرده که در مذاکرات با ایران دوباره هر دو برجام رو احیا بکنن. وزیر خارجه آمریکا گفت که دولت بایدن با متحدینش در اتحادیه اروپا همکاری کرده، با روسیه، با چین، اما دیگه اینجا تصمیم به عهده ایرانه که میخواد توافق نهایی بشه یا نه. برای اینکه عمده کار تعامل و مذاکره دیگه انجام شده. They have to decide and decide very quickly. اگر می‌خواهند با آنچه تاکنون مذاکره شده و می‌تواند سریع تکمیل شود جلو برویم، آنها باید تصمیم بگیرند و خیلی هم سریع. به نظر میرسه کماکان مسئله سپاه یک گره عمده باشه، برای اینکه بلینکن اشاره به اون کرد که این خواسته فرابرجامی ایران اصلا جاش در این مذاکرات نیست. او ضمناً اشاره به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد در هفته پیش، گفت این کار ایران این کاری بود که اصلا خود ایران تشدید کرد و اینکه حالا باید جواب بده و اینکه با این کار حتی بازگشت به تبعیت از برجام هم دشوارتر شده. گیتا، در آینده نزدیک قرار رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و بعد به عربستان بره. آیا اسرائیل طرحی رو آماده یا طرحی رو آماده کرده برای این سفرها؟ به نظر میرسه که اسرائیل میخواد با توجه به اینکه حالا وضعیت برجام در این شرایط هست به مسائل دیگه در رابطه با ایران برسه، مثل دخالتش در کشورهای منطقه. بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که کشورهای عرب خلیج فارس، منطقه خاورمیانه که نگرانی‌های مشابهی با اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی ایران دارن، خوبه که توان نظامیشون تقویت بشه. فرای اون تفاهم ابراهیم که با هم همکاری میکنن، خوبه که آمریکا کمک کنه و توان نظامی اونها تقویت بشه. بدون شک ایران یک موضوع عمده در سفر جو بایدن به کشورهای منطقه است، جایی که در جلسه شورای همکاری خلیج فارس هم شرکت خواهد داشت. سپاسگزارم. گیتا آریان از وزارت خارجه.